سرخط خبرها. تایید پیروزی بایدن در بازشماری آرای ایالت جورجیا، او میگوید رفتار ترامپ به اعتبار و دموکراسی آمریکا لطمه میزند. هر 17 ثانیه یک قربانی در اروپا، سازمان بهداشت جهانی درباره اوجگیری شیوع کرونا در دنیا هشدار داد. دو روز بعد از ضرب العجل مکرون به رهبران مسلمانان فرانسه برای پذیرش منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه، مقام‌های امنیتی می‌گویند خطر تهدیدهای تروریستی بالاست. و حضور صدها فیلم از سراسر جهان در ششمین جشنواره فیلم زنان هرات. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در آمریکا با بازشماری آرا انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا، پیروزی جو بایدن در این ایالت تایید شد. به این ترتیب آقای بایدن همچنان با شانس کسب 306 رأی الکترال رئیس جمهوری منتخب خواهد شد. اما دونالد ترامپ با گذشت 17 روز از انتخابات هنوز این نتیجه را نپذیرفته. جو بایدن به تازگی در دیداری مجازی با رهبران دموکرات و جمهوری خواه از خودداری آقای ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات انتقاد کرده و گفته او یکی از غیر مسئول ترین رؤسای جمهوری تاریخ آمریکا است. جزئیات بیشتر از آخرین تغییر و تحولات انتخابات آمریکا در گزارش کاوه مشکات. هر برگه رأی برای چندمین بار بررسی و خوانده می شود در حضور نمایندگان دو نامزد. نتیجه بازشماری آرا در جورجیا به نفع دونالد ترامپ نبود. بعد از شمارش دوباره باز هم جو بایدن برنده این ایالت کلیدی اعلام شد، آن هم با بیش از 12,000 رأی بیشتر. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا این روزها در ایالت دلاور تیمش را برای ورود به کاخ سفید آماده می کند، در حالی که دونالد ترامپ نتیجه را نپذیرفته و اصرار بر پیروزی دارد. واکنشی که از نظر رئیس جمهوری منتخب آمریکا شانه خالی کردن از مسئولیتی است که بر دوش او نهاده شده. ما شاهد یک بی‌مسئولیتی باور نکردنی هستیم. این کار پیام غلطی درباره کارکرد دموکراسی در آمریکا می‌دهد و فکر می‌کنم این حرکت من نمیدونم اون به دنبال چیه، ولی واقعا بی‌مسئولیتیه. اینجا در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا بعضی از هواداران دونالد ترامپ هر روز بیشتر از دیروز ادعای تقلب در انتخابات را باور می‌کنند. هم صدا با رئیس جمهوری آمریکا. اما شکایت‌های تیم حقوقی دونالد ترامپ تا اینجا نه تنها در جورجیا که در آریزونا و میشیگان هم راه به جایی نبردند. در آریزونا قاضی شکایت حزب جمهوری خواه برای بازشماری بخشی از آرای شهر فینیکس را رد کرده. و اینجا در میشیگان هم تلاش تیم حقوقی دونالد ترامپ برای باطل کردن 2,000 رأی پستی بی نتیجه مانده. اما رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ در کنفرانس خبری طولانی خود همچنان با تکرار تئوری‌های توطئه و اتهام‌های بدون مدرک سلامت انتخابات را زیر سوال برد. چیزی که خیلی زود معلوم شد این بود که یک تقلب ساده در یک ایالت نبوده. این یک طرحی بود که در ایالت‌های مختلف اجرا شد. همه اونها شبیه هم بودن. یک بازپرس یا دادستان با تجربه میتونه تایید کنه که یک برنامه مشخص از یک مرکز خاص برای اجرای این تقلب‌ها وجود داشته. تقلب‌هایی که به طور مشخص روی شهرهای بزرگ، به طور مشخص همونطوری که میشه تصورش رو کرد روی شهرهایی که دموکرات‌ها اون رو اداره می‌کنن و به ویژه شهرهای بزرگی که سابقه طولانی فساد در اونها وجود داشته. البته در این کنفرانس تنها صحبت‌های وکیل دونالد ترامپ خبرساز نشد. رد عرق روی صورت او که رنگ مویش را خراب کرد، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
شکایت‌های دونالد ترامپ تا اینجا راه به جایی نبرده و او حالا تنها 2 ماه دیگر مهمان اینجا خواهد بود. او در آخرین تلاشش قانونگذاران ایالتی را به کاخ سفید دعوت کرده. تلاش دیگر برای یافتن شیوه تازه برای تغییر نتیجه انتخابات. اقدامی که ممکن است در نهایت باعث بی‌اعتمادی میلیون‌ها آمریکایی به دموکراسی این کشور شود. کاوه مشکات، بی بی سی. سینا عزودی پژوهشگر روابط بین الملل از واشنگتن با ما هستن. آقای عزودی، این رفتار غیر معمول آقای ترامپ شاید دور از انتظار نبود، ولی فکر میکنید که این رفتار او تا حالا چه نتیجه‌ای برای او داشته؟ به نظر من آقای ترامپ 2 هدفی که به هم مرتبطن رو داره دنبال میکنه. یکی اینه که اول با نشون دادن اینه که تسلیم نمیشه و روحیه جنگندگی خودشو نشون میده، با حالا با شکایت کردن، با توییت کردن، با این کارهایی که میکنه، میخواد به اون به اصطلاح پایگاه اصلی اجتماعی که داره و طرفدارش هستن، همونهایی که مثلا در واشنگتن راهپیمایی کردن، نشون بده که حاضر به کنار رفتن نیست، داره برای مثلا برای اونها میجنگه. و یه مسئله دیگه هم هستش باز به اونها مربوط میشه، اینه که با ایجاد شبهه، با ایجاد به اصطلاح این شکایت‌ها، شکایت کردن اینها، باز داره سعی می‌کنه که روند یک به اصطلاح انتقال قدرت رو سخت‌تر بکنه، باز برای اینی که اون به اصطلاح پایگاه اجتماعی که ازش طرفداری می‌کنن اونها رو بیشتر پشت خودش نگه‌داره و با به نظر من با آوردن اونها تو خیابون به اصطلاح قدرت اجتماعی خودش رو، به اصطلاح اون پایگاه اجتماعی خودش رو به رخ به اصطلاح هم گروهی از جمهوری‌خواها هم دموکرات‌ها بکشه. در کشورهایی با رهبرانی که به نوعی نزدیک هستن به سمت دیکتاتوری و یا خودکامه هستن این قدرت ها، میشه انتظار چنین چیزهایی رو داشت، ولی در آمریکا همونطور که آقای بایدن هم گفته، این موضوع دموکراسی رو در آمریکا داره زیر سوال میبره. به چه شکل هست و چه اتفاقی قراره که فکر میکنید بیفته؟ ببینید، بعد اولین نگاه بکنیم که ببینید خیلی از جمهوری خواه ها، سناتورهای جمهوری خواه، حتی کسایی که در این ایالت ها مقامات ایالتی هستن، اینها هم حرفای آقای ترامپ رو رد کردن که همچین چیزی امکان پذیر نیستش. مثلا آقای رودی جولیانی دیروز گفته بودن اگر کانتی وین، شهر دیترویت هست، رو از انتخابات بکشیم بیرون، مسلماً آقای ترامپ خواهد بردش. من به نظر من کاری که آقای ترامپ داره میکنه به ضرر آمریکاست، ایجاد شبهه میکنه در سیستم انتخاباتی آمریکا که من تا حالا ندیدم هیچ رئیس جمهوری ببازه و بعد بیاد اینطوری انتقال قدرت رو سخت‌تر بکنه، اجازه نده به تیم انتقالی آقای بایدن که به گزارش‌های اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنه، یا مسائل چیزی که مربوط به کووید میشه رو اطلاعاتشون رو بگیره. به نظر من برای دموکراسی آمریکا، برای دولت آینده که آقای بایدن هستش، دارن کار رو هی سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر میکنن. غیر مسئول‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خطاب شد از قول آقای بایدن، آقای ترامپ. چنین اتفاقی در آمریکا چقدر سابقه داره؟ من حقیقتش همچین چیزی ندیدم که اینطور. ببینید، من حداقل ظرف من تا دهه 40-50 میلادی که نگاه کردم، میان با هم به اصطلاح مبارزه میکنن، میان در تلویزیون با هم مناظره میکنن و بعد زمانی که میبازن میان به نظر من با احترام کنار میکشن، هم رو از هم نامزدهای جمهوری خواه هم نامزدهای دموکرات، ولی آقای ترامپ متاسفانه این کارو نکرد. سینا عزودی پژوهشگر روابط بین الملل از واشنگتن، ممنونم از شما. مرسی. در ایران بعد از تخریب خانه یک زن در بندر عباس، بازرسی کل استان هرمزگان، شهردار و چند مسئول دیگر را احضار کرده است. این نهاد گفته به طور ویژه به پرونده تخریب خانه این زن رسیدگی می شود. گزارش شده زنی که خانه اش تخریب شد خود را مقابل مأموران شهرداری با آتش کشیده و در بیمارستان بستری است. انتشار فیلمی از تخریب خانه او واکنش های انتقادی زیادی در پی داشته.
به گفته وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 479 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 13,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. در همین حال ستاد استانی مقابل با کرونا در تهران گفته به دلیل افزایش سفرها رسیدن آمار مرگ و میر به بیش از 1,000 نفر در روز در دور از انتظار نیست. ستاد ملی مقابل با کرونا هم برای ورود خودروهای شخصی پلاک تهران به شهرهای دیگر 1,000,000 تومان جریمه روزانه در نظر گرفته. سازمان بهداشت جهانی میگوید اروپا 6 ماه دشوار را برای مبارزه با ویروس کرونا پیش رو خواهد داشت. شمار ابتلای روزانه در آمریکا هم به رقمی بی سابقه رسیده و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در مکزیک از 100,000 نفر گذشته. با وجود امیدواری‌ها برای تولید واکسن در سال جدید میلادی، سازمان بهداشت جهانی گفته معلوم نیست عرضه واکسن پاسخگوی تقاضای جهانی باشد. این سازمان همزمان اعلام کرده داروی رمدسیویر نباید برای درمان بیماری کووید 19 استفاده شود، چرا که شواهد محکمی درباره اثرگذاری آن وجود ندارد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. در گوشه ای از این بیمارستان در مکزیک زن جوانی به همسر مبتلا به کرونا خود روحیه می‌دهد. در گوشه دیگر این پرستاران شبانه روز کار می‌کنند تا جان بیماران را نجات دهند. با این حال کووید 19 دست بالا را دارد. اوی مکزیکو تنیموس 100,000 100,000 جان باخته. این رقم بی سابقه است. در تاریخ مکزیک سابقه نداشته که یک بیماری این گونه سریع شایع بشه و تا این حد زندگی مردم این کشور رو تحت شعاع قرار بده. حالا مکزیک تازه ترین کشوری است که در کنار امریکا، برزیل و هند شمار رسمی قربانیانش از 100,000 نفر گذشته. اقتصاد مکزیک دستخوش مشکلات زیادی است و دولت گفته نمیتواند از کسب و کارها حمایت کند. روزانه میلیون ها مکزیکی جان را به خاطر نان کف دست میگذارند و از خانه بیرون میروند. اینجا پارکینگی در لس آنجلس است. این صف طولانی برای آزمایش کرونا است. در امریکا شمار روزانه مبتلایان به رقمی بی سابقه رسیده. روز پنجشنبه در این کشور نزدیک به 186,000 نفر به تعداد بیماران شناسایی شده اضافه شد. بیش از 250,000 نفر در این کشور بر سر ابتلا به کرونا جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا پیش بینی می‌کند که در 3 هفته آینده میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور اوج بگیرد. اگر 3 هفته آینده برای آمریکا دشوار است، اروپا 6 ماه طوفانی خواهد داشت. همکنون کرونا هر 17 ثانیه جان 1 نفر را در اروپا می‌گیرد. آمار تکان دهنده سازمان بهداشت جهانی. ما شاهد اون هستیم که فشار بر نظام بهداشتی کشورهای اروپایی رو به افزایشه. به عنوان نمونه در فرانسه بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها برای 10 روز با 95% ظرفیت کار کردند و در سوئیس ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها پر شده. در آلمان شمار ابتلای روزانه دیروز پنجشنبه به رکوردی جدید و به بالای 23,600 نفر رسید. در جمهوری چک شرایط اضطراری برای 3 هفته دیگر تمدید شده و مدارس و فروشگاه‌ها تعطیل خواهند بود. در ایتالیا هم آمار مرگ و میر نسبت به ماه گذشته 2 برابر شده و دولت هشدار داده کریسمس امسال با همیشه متفاوت خواهد بود. کریسمس و سال نو با رستوران‌ها و بارهای خالی، فروشگاه‌های تعطیل، مردمی افسرده و اقتصادهای رو به سراشیبی. سازمان جهانی تجارت و توسعه آنکتاد برآورد کرده که اقتصاد جهان امسال بیش از 4% کوچک خواهد شد. خبری بد برای کسب و کارهایی که تمام سال خود را به زحمت سرپا نگه داشتند. حالا تنها بارقه امید در پایان این دالان سیاهی واکسن است. بریتانیا میگوید واکسنی که در دانشگاه آکسفورد در حال تولید است، حالا به مراحل پایانی آزمایش نزدیک شده. وزیر بهداشت بریتانیا امروز به بی بی سی گفت که بخش درمان این کشور برای توزیع واکسن آماده می شود. امیدواریم که تزریق واکسن رو در سال نو شروع کنیم. مطمئن نیستیم، اما خبرهای خوبی در 2 هفته گذشته از تولید واکسن داشتیم. در هفته گذشته هم اخبار و گزارش هایی از نتایج مثبت 3 واکسن دیگر در آزمایش های نهایی آنها منتشر شد. واکسن مشترک فایزر بایونتک، واکسن روسی اسپوتنیک و محصول شرکت مدرنا در امریکا.
اگه درست عمل کنیم، یعنی همه ما، دولت‌ها، شرکت‌های داروسازی و توزیع کنندگان، اون وقت میتونیم 60-70% جمعیت جهان رو تا پاییز سال آینده واکسینه کنیم. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید که معلوم نیست عرضه واکسن پاسخگوی تقاضای آن در جهان باشد. توزیع واکسن چالش سال آینده میلادی برای جهان است. تا آن موقع باید زندگی کنیم، چون زندگی ادامه دارد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. جو بایدن بعد از تایید پیروزی در بازشماری آرای ایالت جورجیا، دونالد ترامپ را به دلیل نپذیرفتن نتیجه انتخابات غیر مسئولترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواند. سازمان بهداشت جهانی میگوید مردم اروپا 6 ماه دشوار را برای مبارزه با ویروس کرونا پیش رو خواهند داشت. دست کم 2 مقام امنیتی فرانسه گفتند خطر حمله های تروریستی در این کشور همچنان بالاست. سخنان مدیران امنیت داخلی و خارجی فرانسه در حالی منتشر شده که 2 روز از ضرب العجل رئیس جمهوری این کشور به رهبران مذهبی مسلمانان می گذرد. امانوئل مکرون 15 روز به شورای مسلمانان فرانسه مهلت داده تا آنچه را که منشور ارزش های جمهوری خواهانه خوانده امضا کنند. گفته شده هدف منشور پیشنهادی مقابله با اسلامگرایی افراطی است و در آن از مسلمانان فرانسه خواسته شده اسلام را به عنوان یک دین بپذیرند و نه یک جنبش سیاسی. ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار از پاریس با ما. حسن آقای ادیب‌زاده، رهبران مسلمانان فرانسه پاسخشون به این دعوت برای امضای این منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه از سوی آقای مکرون چه بوده؟ با درود بر شما، در حقیقت هنوز واکنش رسمی از شورای مسلمانان فرانسه منتشر نشده، داده نشده. اونها همچنان در حال شاید مثلا مشورت کردن با هم هستن. به هر حال اون چیزی که آقای مکرون در این جلسه الیزه به 8 رهبر شورای مسلمانان در فرانسه اعلام کرد، مسئله جدایی طلبی اسلامیه و به هر حال اینکه صدها اسلامگرا قادرن هر لحظه چاقویی در دست بگیرن و فرانسوی‌ها رو به قتل برسونن و به هر حال گفته که باید یک راه حلی پیدا بکنیم. رئیس جمهور فرانسه همچنین تصریح کرده که در برخی محلات در فرانسه مثل اینترنت گروه‌های وابسته به اسلام افراطی به کودکان فرانسوی تنفر از جمهوری رو میآموزن و از اونا میخوان که قوانین جمهوری رو رعایت نکنن. در همین جلسه آقای مکرون بر اساس اونچه که روزنامه ها نوشتن تاکید کرده که کافیست برای درک این موضوع به مکاتبات و فراخوان های آکنده از نفرت و خشونت اسلامگرایان در شبکه های اجتماعی رجوع بکنید که عاقبت به قتل فجیع آموزگار فرانسوی ساموئل پاتی منجر شد و بعد در اون کلیسای نیس که 3 نفر کشته شدن، یکی از اونها سر بریده شد و آقای مکرون با اونها گفتش که بروید از همین محلات دیدن کنید. هدف از این منشور رو آقای مکرون گفته مقابله با اسلامگرایی افراطی. چقدر اینکه چنین منشوری پیشنهاد میشه مسئولیت رو به جامعه مسلمانان ارجاع میده و چقدر سلب مسئولیت میکنه از دولت فرانسه؟ ببینید، مسلمانان فرانسه همیشه خودشون رو در واقع گفتن ما جدا از اون اسلامگرای سیاسی یا اسلامگرای افراطی هستیم که میان قتل میکنن، اون ترورها رو انجام میدن. اینها خودشون رو مرتب میگن که به هر حال اونها از ما نیستن، با توجه به اینکه 5-6 میلیون مسلمان در فرانسه هستند و خب یک جامعه، یعنی دین دوم هست بعد از مسیحیت در فرانسه. ولی مسئولان فرانسه گفتن که جلوی افراط‌گرایی و تاریک اندیشی و تعصب و به هر حال این مسائل رو میگذرن. همونطور که شما هم اشاره کردید که اسلام یک دین است نه یک جنبش سیاسی و گفتن که به هر حال نباید دیگران فکر کنن که ما خشن هستیم علیه یک مذهب. ما میگیم که هیچ کدوم از اینها در کشور خودمون نمیخوایم که واقعا
خدشه‌ای بهشون وارد بشه. اما حق ملت فرانسه رو به عنوان یک کشور مستقل باید قبول بکنه. متشکرم از شما ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار در پاریس. خیلی سپاسگزارم. ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات دیشب در قصر تاریخی دارالامان در کابل به پایان رسید. هدف از برگزاری این جشنواره رشد سینما به ویژه سینمای زنان افغانستان در جهان است. رویا سادات مسئول برگزاری جشنواره فیلم زنان هرات گفت امسال بیش از 3000 فیلم از کشورهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره فرستاده شده بود. روی این رهنوش گزارش می‌دهد. سینمای کشور برای سالهای آینده محک دیگر بر کار سینمایی در افغانستان. دور ششم جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات امسال با دو محور سینمای جهان با موضوع آزاد و سینمای زنان برگزار شد. جشنواره ای که در روزهایی که صدای طبل خون و خشونت به گوش می رسد تصویر متفاوت افغانستان را به جهان نشان می دهد. امسال خوشبختانه ما بیشترین استقبال از فیلمسازان نه تنها افغانستان، منطقه و جهان داشتیم. از فیلمسازای بسیار معروف فیلم رسید و یکی از ویژگی‌های خوب این جشنواره ای هست که ما هر سال تجربه می‌کنیم تا اینکه استانداردهای یک جشنواره بین‌المللی رعایت کنه. با گفته مسئولان بیش از 3000 فیلم از 122 کشور از جمله هند، ایران، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، آلمان و اسپانیا و جشنواره فرستاده شده بود. چیزی که افزایش قابل توجه علاقمندی جهانی نسبت به پارسال را نشان می‌دهد. داوران 73 فیلم برتر را از 27 کشور انتخاب کردند. در این فستیوال فیلم‌های برگزیده بلند و کوتاه داستانی و مستند و انیمیشن در دو بخش بین‌المللی و داخلی برای رقابت بر سر گوشواره زرین جایزه اصلی جشنواره نامزد شدند. در بخش‌های بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، فیلمبرداری، صداگذاری و تدوین هم برای برندگان تندیس اهدا شد. فیلم‌های منتخب بجز کابل در ولایت‌های هرات، بامیان، ننگرهار و سرپل هم نمایش داده شدند. 12 داور از کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، اسپانیا، روسیه، هند و فرانسه در این جشنواره قضاوت کردند. اما به دلیل وضعیت جاری تعداد محدود کابل آمدند. شرایط اینجا من یاد دهه 60 ایران انداخت، ناامنیایی که در ایران وجود داشت و ترورهایی که میشد. در واقع اینجا خیلی من یاد اون موقع انداخت، ولی من از اونجایی که همیشه عرق دارم، یه تعصبی نسبت به افغانستان دارم به خاطر اینکه کشور هم زبان ما هست، دوست داشتم واقعا حضور داشته باشم و یه کمکی بکنم به این جشنواره با حضور خودم. چون این جشنواره ها برای تأمین رابطه جهان با سینمای افغانستان ارزشمند عنوان می شود. شور و جرأت و تلاشی دارم میبینم که بسیار برام جذابه و امیدوارم که همینطور ادامه پیدا کنه و سینمای سرزنده تری به جهان ارائه بشه از طرف افغانستان. جشنواره فیلم زنان هرات بار اول در سال 2013 در ولایت غربی هرات از طرف خانه فیلم رویا برگزار شد. گردانندگان میگویند این نخستین جشنواره جهانی فیلم با تمرکز بر موضوع زنان در منطقه است. این در حال است که امسال از برخی لحاظ سال خوبی برای سینمای افغانستان نبوده. از جمله تخریب سینمای قدیمی پارک در کابل. این جشنواره در شرایط برگزار میشه که سالن‌های سینما در افغانستان در حال تخریب شدن هست. از طرف جشنواره فیلم زنان هرات همزمان شده با تهدیدهای بلند امنیتی و شیوع ویروس کرونا، موانعی که نتوانسته برگزار کننده ها را از رسیدن به هدفشان باز دارد. هرچند چند بار جشنواره تعلیق هم شده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل.
75 سال پیش در چنین روزی محاکمه رهبران آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ آغاز شد. محکمه‌ای که اولین دادگاه جرایم جنگی بین المللی در جهان بود. فرگل کین از میراث دادگاه نورنبرگ گزارش می‌دهد. Attention! Tribunal! It was a trial of crimes that دادگاهی برای رسیدگی به جرایمی که در مخیل نمی گنجید. محاکمه رهبران نازی که اساس عدالت بین المللی را بنا گذاشت. 75 سال بعد داستان افرادی را می شنویم که دادگاه نورنبرگ بر زندگیشان سایه انداخته. Vengeance is not our goal. Nor do we seek merely a just retribution. My name is Ben Ferenc. اسم من بن فرنسه. من تنها دادستان بازمانده از دادگاه نورنبرگم. بن فرنس سرباز و وکیل بود. او یهودی است. برای او اجرای عدالت به معنای کنار گذاشتن همه احساسات شخصیش بود. I was able to turn myself into من تونستم خودم رو به یه ماشین تبدیل کنم. یعنی آدم‌ها رو اینطور نمی‌دیدم که یهودیان یا نه. اونها کمونیست‌ها رو هم کشتن، کلی‌ها رو هم کشتن، همه رهبرای احزاب مخالف رو هم کشتن و بقیه رو. من تونستم کسایی که قربانی شده بودن رو به عنوان انسان ببینم. In regarding all the people who were victims as human beings. هانس فرانک یکی از بدنامترین ها در میان متهمان بود. فرماندار لهستان در زمان اشغال که اینجا عینک آفتابی زده. 4 میلیون نفر تحت فرماندهی او کشته شدند. پسرش نیکولاس که در عکس به عنوان کودک یکی از نخبگان نازی دیده می شود، سالها پیش از پدرش تبری جست. من واقعا فکر می کنم پدرم حقش بوده اعدام بشه. به یک دلیل. ترس از مرگ رو تجربه کنه. ترسی که در جون صدها هزار آدم بیگناه انداخت. مرگ های بسیاری که قابل توصیف نیستند. ایدا بک 10 سالش بود که به قتل رسید. خواهرش را که با هم پنهان شده بودند رها کرد تا پیش مادرش برگردد. هر دو در آشویتز کشته شدند. خواهرم اگه پیش من مونده بود الان زنده بود، اما دست منو ول کرد و من همیشه احساس گناه میکنم. وقتی رهبران نازی را در نورنبرگ محاکمه کردن احساس رضایت داشتی؟ نه، برای من اون عدالت نبود. چند نفرشون رو دار زدن. تازه اگه دار هم میزدن کمشون بود به نظرم. نورنبرگ شروع کار بود، اما کانون داستان یعنی کشتار اقلیت‌ها لکه‌ای است که هنوز از دامان بشر پاک نشده. فرگل کین، بی بی سی نیوز. رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.